آیا تا به حال فکر کرده اید که دختران بکارتشان را به چند فروختن؟ پس تا آخر ویدیو با ما باشین. لطفاً برای حمایت از ما چنل ما را سابسکرایب نمایید. در قدیم بکارت یک چیز بسیار مهم به شمار می رفت که یک دختر در زمان ازدواج باید داشته باشد، اما امروز خیلی مهم نیست. امروزه دختران با ارزشترین چیز خود را در شبکه اجتماعی برای جمع‌آوری پول برای دانشگاه و یا خانواده خود به حراج می‌گذارند. این یک راه جدید برای جمع‌آوری سریع و آسان پول است. این چیزی نیست که اکثر ما با آن موافق باشین، اما باید پذیرفت که یک خلاقیت است. در چند سال گذشته بیش از چند زن با حراج گذاشتن بکارت خود به بالاترین پیشنهاد پول دست می‌یابند. بنابراین ما 5 گرانترین فروش بکارت را برایتان پیشکش می‌کنیم. شماره 5، کاترینا مرلونی. کاترینا در سال 2012 بکارتش را به قیمت $708,000 یا $7,800 به فروش رساند. شخصی که بکارت کاترینا را خرید ناستو از ژاپن بود و تلاش کرد که از رقیب آمریکایی و هندی خود پیشی بگیرد. قابل توجه است که کاترینا اصرار داشت پولی را که از این راه به دست می آورد برای خانواده های فقیر در شهر خود به مصرف می رساند. شماره 4، الیزابت رایان، دانشجوی تب، تنها کسی بود که یک وبسایت حراج را طراحی کرد. او معتقد بود که بکارت علاوه بر این که سودآور است، تنها مقاربت جنسی به معنای ورود آلت تناسلی با واژن نیست، و وعده داد که 35% از مفادش را به مؤسسه خیریه که آموزش و پرورشی مسائل زناشویی را فراهم میکند میپردازد. او اساسا بکارت را به یک کسب و کار تبدیل کرد. از آنجا که عشق بخش از این آرایش نیست، این فقط از جنبه های جنسی و مالی است. الیزابت بکارت خود را به قیمت $801,000 یعنی $8,100 به فروش رساند. شماره 3، گراسیلا یاتاکو. 18 ساله تصمیم گرفت که برای پرداخت هزینه تداوی مادرش و حمایت از برادر کوچکتر بکارت خود را به حراج بگذارد. یک مرد کانادایی $1.5 میلیون برای وی پرداخت کرد. اغلب آنچه که او از هموطنان مذهبیش دریافت کرد نامه های نفرت انگیز و تحقیرآمیز بود. شماره 2، رافیلا فیکو. مدیل 20 ساله ایتالیایی در سال 2008 بکارتشان را به حراج گذاشت. او قصد داشت با پولی که دریافت میکند یک خانه در شهر روم ایتالیا بخرد و بقیه را برای کلاس های بازیگریش پرداخت کند. در نهایت بکارتشان را به مبلغ $1.8 میلیون به یک بازیگر ایتالیایی فروخت. شماره 1، شاید باور نکنین، ناتالی دلن. 22 ساله تصمیم گرفت تا بکارت خود را به فروش رساند تا مرحله دکترای خود را تکمیل نماید. او پس از این که از دوره لیسانس فارغ شد با کمک یک فاحشه خانه بکارت خود را برای ادامه تحصیلش به فروش رساند. هیچ کس نمی دانست که جدی است یا خیر، زیرا همه چیز عجیب و غریب به نظر می رسید. اما او بکارتش را $3.7 میلیون فروخت.